خب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند و خداوند رو سپاسگزار هستم که این فرصت همچنان در اختیار ما هست که در خدمت دوستانی که علاقمند هستم به شعر و ادب فارسی حضور داشته باشیم و با همدیگه غزلیات سعدی و حافظ و مولانا رو بخونیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. من طبق روال همیشگی ابتدا با معمولا سعدی شروع میکنم و چند تا غزل از سعدی رو با هم دیگه خواهیم. از همینجا آغاز میکنیم. اگه اجازه بفرمایید که من یه مقداری هم به اصطلاح کار خودم رو تنظیم بکنم. بله، ما دوستان دارن میبینن اینو دیگه، نه؟ یه نفر به من بگه که بله میبینیم. بله غزل 122. بله بسیار عالی. خب میگه که در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست، زرق نفروشم و زهدی ننمایم کان نیست. ای که منظور ببینی و تأمل نکنی، گر تو را قوت این هست مرا امکان نیست. ترک خوبان خطا عین ثواب است، ولیک چه کند بنده که بر نفس خودش فرمان نیست. من دیگر میل به صحرا و تماشا نکنم که گلی همچو رخ تو به همه بستان نیست. ای پری روی ملک صورت زیبا سیگرد، هر که با مثل تو انسش نبود انسان نیست. چشم برکرده بسی خلق نابینا هست، مثل صورت دیوار که در وی جان نیست. درد دل با تو همان به که نگوید درویش، ای برادر که تو را درد دلی پنهان نیست. آن که من در قلم قدرت او حیرانم، هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست. سعدیا عمر گران مایه به پایان آمد، همچنان قصه سودای تو را پایان نیست. میبینید که در واقع گویا سعدی با خودش داره نجوا میکنه، میدونید یه حالت اینفورمی داره. حالا بریم ببینیم تو محتوا چی هست. میگه در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست، زرق نفروشم و زهدی ننمایم کان نیست. خب مشخصه دیگه، میگه که من آنچه که در وجود من محرز است این است که من نمیتوانم صبر داشته باشم در مقابل نکورویان. یعنی من با دیدن نکورویان به وجد میام، علاقمند میشم. زرقم نمی فروشم، یعنی تظاهرم نمی کنم، زهد فروشی هم نمی کنم، چون اساسا اینا را ندارم. نه به اصطلاح نفاق در وجود من هست و نه زهد فروشی می کنم. بنابراین اون چه که تو دلمه دارم میگم، من در مقابل نکورویان صبر و تحملی ندارم. خیلی خوب ساده است. ای که منظور ببینی و تأمل نکنی، گر تو را قوت این هست مرا امکان نیست. میگه که میگه ای که منظور ببینی یا تحمل نکنی، تو منظور من رو میبینی، تو یا آنچه که مورد نظر هست رو میبینی و تأمل نمی کنی. تأمل کنی تفکر نمی کنی، یعنی تجزیه و تحلیل نمی کنی قضیه رو. میگه یعنی تو گر تو را قوت این هست مرا امکان نیست. میگه تو این قوت درت هست که حقایق را ببینی و مورد بررسی قرار ندهی، ولی من نمیتوانم حقایق را چی؟ انکار کنم. اگر زیبایی وجود دارد، من نمیتوانم او را نادیده بگیرم. میبینم و علاقمندم میشم، نادیده نمیتوانم بگیرم. ترک خوبان خطا عین ثواب است، ولی چه کند بنده که بر نفس خودش فرمان نیست. میبینید دیگه این که آدم دنبال خوبان خطا نباشه، خطا و خوتن و خطا میدونه که منطقه ایست در چین که میگفتن به اصطلاح هم آهوهای فوق‌العاده زیبایی داره، زنان زیبایی هم در اونجا هستن. میگه که این که انسان بله
نسبت به زیبارویان چینی فرض کن حالا به عنوان مظهر زیبایی کل صحبت میشه، میگه اگه اونا رو آدم ترک بکنه، نگاه نکنه، دنبالشون نباشه، بله این کار خوبی است، اما بنده‌ای که نفسش در اراده خودش نیست که نمیتونه این کار بکنه که. پس بنابراین من اون بنده‌ای هستم که نفسم در اراده من نیست و من وقتی که زیبارویان خطا رو میبینم طبیعتاً علاقمند میشم و بهش هم نگاه میکنم و به اصطلاح این کارم نمیکنم این کارم رو. خب من دیگر میل به صحرا و تماشا نکنم که گلی همچو رخ تو به همه بستان نیست. حالا ببینید اینجا رو به کی صحبت رو به معشوق داره صحبت میگه. حالا همه این توصیفاتی که تو این سه بیت بالا کردم داستان منه، من دیگه به گل و گلستان و بستان و نمیدونم سبززار نگاهی نمی کنم. چرا؟ هیچ گلی زیباتر از گل رخ زیبای تو وجود ندارد که من بخوام توجهام رو به اونها به سر معطوف کنم. من با تو که هستم که باید. ای پری روی ملک صورت زیبا سیرد، هر که با مثل تو انسش نبود انسان نیست. حالا توصیفات معشوقشون چقدر زیبا مترادف هم بوده. ای پری روی ملک صورت زیبا سیرد، ببینید یه به صلاح یه تعبیر زمینی به کار میره، پری روی. خب چون پری مخلوق زمینیه، یادتون باشه جن و انس مخلوقات زمینی هستن، میگه یه کسی که پری روی هست. بعد ملک صورت یعنی صورتت هم آسمانی، مثلا هم پری روی زمینی هستی هم صورت آسمانی داری و زیبا سیرت هم هست. یعنی تمام وجوه زیبایی رو که زیبایی زمینی و زیبایی عرفانی آسمانی و زیبایی سیرت هر سر با هم دیگه مترادف آورده. ای تو که این ویژگی‌ها داری، هر که با مثل دومسش نبود انسان نیست. آدمی که تو رو دوست نداشته باشه دیگه اصلا آدم نیست، حسابش نمیشه کرد که. پس هر کسی که وجهه انسانیت دارد و درک زیبایی شناسی دارد وقتی تو رو میبینه، حالا یا بعد مسحور زیبایی ظاهری تو بشه یا زیبایی روحانی تو بشه و یا سیرت به اصطلاح آسمانی تو بشه که همه اینها در تو وجود داره. بعد میگه که چشم بر کرده بسی خلق که نابینا هست، مثل صورت دیوار که در وی جان نیست. دیگه خیلی از مردم چشم دارن ولی کورن، نمیبینن. میدونی مثل چی میمونن؟ مثل نقشی که بر روی دیوار کشیده شده. بله شما یه نقشی هم روی دیوار بکشید و براش چشم بذاری، خب چشم داره دیگه، ولی خب نمیبینه که. میگه بسیاری از مردم جهان در این وادی هستن که چشم دارن اما زیبایی رو نمیبینن. پس بنابراین درد دل با تو همان به که نگوید درویش، ای برادر که تو را درد دلی پنهان نیست. میگه که درویش یعنی سالک، منظورش اینه، میگه بهتره که درد دلشو با تو نگه. منظور از درد عشق درد فراق، میگه بهتره که با تو اینو نگه. چرا؟ به خاطر این که تو هیچ دردی نیست که بر تو پنهان باشه. یعنی خداوند اگه معشوق آسمانی است، که به نظر من اینجا معشوق آسمانی به نظر میاد، میگه که او بر همه دردها آگاه. خداوند اون چرا که در دلهای شما به اصطلاح میگذرد رو میدان. یعنی چندین جا در قرآن کریم هم بهش اشاره شد، خداوند اون چرا که در قلب و روح شما میگذره آشناست، میدونه هر چیزی که به زبانم نمیاری چی هست. پس برای میگه نیاز نیست که آدم درویش دردشو با تو در میوزه، زیرا که تو خودت واقفی بر همه دردهایی که در دل و جانش وجود داره. آن که من در قلم قدرت او حیرانم، هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست. این دیگه خیلی هم واضحه، میگه من در قلم قدرت کسی حیرانم که میدانم هیچ موجودی نیست که حیران او نباشد. این خیلی جالبه، من در قلم قدرت کسی حیرانم
که میدانم هیچ موجودی در این جهان هستی وجود ندارد که در که حیران او نباشد. سعدیا، عمر گران مایه به پایان آمد، همچنان قصه سودای تو را پایان نیست. قصه سودا این قصه دیوانگی، قصه آشفتگی. دیگه ببین سعدی خطاب خودش میکنه، سعدی عمر تو به پایان اومده ولی هنوز سرگشتگی، قصه سرگشتگی تو به پایان نرسیده، یعنی تو همچنان در وادی عشق سرگردان هست. خب ببینید چقدر قشنگه، چه غزل قشنگی بود. خدا واقعا دستش درد نکنه سعدی با این شعرهای زیبایی که سروده. حق اون قریحه‌ای که خداوند بهش داده رو به جای آورده انسان. در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست، از گل و لاله گزیر است و ز گل رویان نیست. دل گم کرده در این شهر نه من می جویم، هیچ کس نیست که مطلوب مرا جویان نیست. آن پریزاده مهباره که دلبند من است، کس ندانم که به جان در طلبش پویان نیست. ساربانا خبر از دوست بیاور که مرا خبر از دشمن و اندیشه بدگویان نیست. مرد باید که جفا بیند و منت دارد، نه بنالد که مرا طاقت بدگویان نیست. ای به سعدی مکنه خواجه اگر آدمی، کادمی نیست که میلش به پری رویان نیست. باز هم اینجا دو مرتبه این جناب سعدی داره نجوا میکنه با خودش و با به اصطلاح محیط اطراف خودش، که مثل غزل گذشته میگه در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست، از گل و لاله گزیر است و ز گل رویان نیست. میگه بله این حس در من وجود داره که طاقت به اصطلاح نکورویان رو ندارم، هر نکورویی رو که میبینم عاشق میشم. از گل و لاله میشه آدم بگذره، اما از گل رویان که نمیشه بگذره. که گل رویان زیبا رویان، زیبا رویان الان منظور نیست که الان چشم ابرو زیبا، اصلا زیبا رویان اونایی هستن که زیبایی سیرت دارن و همه رو به خود جلب میکنن، حالا چه مرد چه زن فرق. دل گم کرده در این شهر نه من میجویم، هیچ کس نیست که مطلوب مرا جویان نیست. دیگه این تنها کسی من تنها کسی نیستم که دلم رو در این راه گم کردم و از دست دادم، هیچ کسی دیگه هم نیست که آنچه که من به دنبال او هستم او به دنبال آن نباشه. یعنی چی؟ اگر من به دنبال نکورویان هستم، میبینم تو شهر همه هم دنبال همین نکورویان چی هستن؟ هستن و میگردن دنبالشون و دلشون رو در این مسیر از دست دادن. آن پریزاده مهباره که دلبند من است، کس ندانم که به جان در طلبش پویان نیست. خب توضیحاتی که میده راجب پریزاده صحبت میکنه، میگه آن پریزاده مهباره که دلبند من است، اون پریزاده، اون زیبارو که در واقع تشبیه از ماه برو در نظر میده، میگه اونی که دلبند من استش، کس ندانم که به جان در طلبش پویان نیست. هیچ کس نیست که از صمیم قلب دنبال او به اصطلاح نگرده و دنبالش نباشه. ساربانا خبر از دوست بیاور که مرا خبر از دشمن و اندیشه بدگویان نیست. راجع به ساربان صحبت، اونی که قافله دار هستش، قافله در واقع عشق رو هدایت میکنه. میگه ساربانا خبر از دوست بیاور که مرا خبر از دشمن و اندیشه بدگویان نیست. اون دوم از ساروانی که به اصطلاح قافله عشق رو هدایت کنه، میگه که از دوست برای من خبر بیار، زیرا که من از به اصطلاح دشمنان و بداندیشان هیچ به اصطلاح باکی ندارم یا خبری ندارم. مرد باید که جفا بیند و منت دارد، نه به نالت که مرا طاقت بدگویان نیست. یه آن مرد اون کسی هستش که به اصطلاح جفا میبیند و همچنان منت معشوق را دارد.
جفا میبیند و منت مشروع دارد. و کسانی که می نالند که من به اصطلاح طاقت بدخویان را ندارم، یعنی منظورش اگر مشروعی است که نسبت بهش بد رفتاری میکنه، میگه اونا مرد نیستن، اونا عاشقان واقعی نیستن. عاشق واقعی اون کسی است که جفا میبیند و منت هم. ای به سعدی مکنه خواجه اگر آدمی، که آدمی نیست که میلش به پری رویان نیست. حالا خطاب به سرزنش کنندگان صحبت کنه، میگه که ای خواجه، ای آقا، ای طرف، ای مقابل، ای به سعدی رو نکن، از من عیب‌جویی نکن، اگر انسان نستی از من عیب‌جویی نکن، زیرا که کسی که میلی به پری رویان ندارد اصلا آدم نیست. پس اگر تو آدمی، اگر تو هم انسان هستی و درک میکنی و زیبایی شناسی رو میفهمی، تو به اصطلاح مراقب باش که من رو عیب نکنی، زیرا که اگر تو هم در شرط من باشیم، میدونی که تو هم گرفتار همین وادی خواهی بود. بله. اما بیایم سراغ غزل 124 اکشن. میفرماید که روز وصلم قرار دیدن نیست، شب هجرانم آرمیدن نیست، طاقت سربریدنم باشد بس حبیبم سربریدن نیست، یا بس حبیبم سر بریدن نیست. مطرب از دست من به جان آمد که مرا طاقت شنیدن نیست، دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. ما خود افتادگان مسکینیم، حاجت دام گستریدن نیست، دست در خون عاشقان داری، حاجت تیغ برکشیدن نیست. با خداوندگاری افتادم کشتر بند پروریدن نیست، گفتم ای بوستان روحانی دیدن میوه چون، گفتم ای گفتم این باید باشه دوستان باشه نه بوستان، برها گفتم ای بوستان روحانی دیدن میوه چون گزیدن نیست. گفت سعدی خیال خیره مبند، سیب سیمین برای چیدن نیست. خب. روز وصلم قرار دیدن نیست، شب هجرانم آرمیدن نیست. ببین حال خودش رو خیلی زیبا توصیف میکنه، میگه وقتی که در کنار معشوق هستم نمیتونم بهش نگاه کنم از بس که در حضور من جلوه داره. شب هجرانم آرمیدن نیست، وقتی هم که ازش دور هستم که آرامش ندارم. میبینید پس در هر دو صورت من با مشکل رو برم، وقتی که در کنارش هستم از بس عظیم است و عظمت دارم نمیتونم بهش نگاه کنم، وقتی هم ازش دورم آرامش ندارم، طاقت سر بریدنم باشد و از حبیبم سر بریدن نیست. میگه من طاقت ندارم که یکی بیا سرمو ببره در راه معشوق، اما نمیتوانم سر آن را ندارم که از دوستم ببرم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونم از دوستم بعد در بذارم، حبیبم یعنی معشوقم، از اون نمیتونم در بذارم، ولی آمادگی ندارم که کسی بیا سر من ببره. این سر بریدن و اون سر بریدن چقدر زیبا در کنار هم اومده با دو مفهوم متفاوت. خب مطرب از دست من به جان آمد که مرا طاقت شنیدن نیست. میگه مطرب کسی است که طرب میزنه، کسی است که موسیقی اجرا میکنه. از دست من به جان آمد که مرا طاقت شنیدن نیست، یعنی او وقتی که ساز میزنه من با شنیدن ساز او مدهوش میشم و دیگه نمیتونم ادامه بدم به مثلا گوش کردن. او از دست من به جان، به مثلا به مشکل افتاده، به جان آمده. ما خود افتادگان دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. بله میگه که دست بیچاره به جان نمیرسه، اگر به جان میرسی جان خودش رو به قول معروف فدا میکرد، ولی چون به جان نمیرسه به مثلا پیراهن خودش رو پاره میکنه از شوقی که در حضور معشوق به اصطلاح بهش میرسه یا بهش به قول معروف
بله همین بهش میرسه. بعد میگه که ما خود افتادگان مسکینی، حاجت دام گستریدن نیست. میگه راجع به معشوق و یا مثلا اون جاذبه معشوق صحبت کنه، میگه ما خودمون افتادگان مسکین هستیم، ما در دام افتادگان هستیم، نیازی به دام گستریدن از روی معشوق نیست که بخواد ما رو به دام خودش بکشه، ما همینطوری واله و شیدا هست. دست در خون عاشقان داری، حاجت تیغ برکشیدن نیست. دیگه تو خودت دستت آغشته به خون عاشقان خودت هست، اینقدر خونها در راه وصال تو ریخته شده، نیازی به تیغ کشیدن وجود نداره که بخواد با تیغ غمزه، با تیغ چه میدونم حالا زیبایی، با تیغ چشم و ابرو ما رو به سراتی خون ما رو بریز. با خداوندگاری افتادم کشتر بند پروریدن نیست. میگه من عاشق کسی شدم، در کنار کسی قرار گرفتم، معشوقی رو دارم که مثل خداوندی است که نمیخواد بند پروری کند. این در واقع گلایه از سختی رسیدن به معشوق دیگه، دست لطفی به سر ما نمیخواد چیه بکشه. همیشه عاشقا در مسیر عشق همین مشکلات رو دارن. گفتم این بوستان روحانی، دیدن میوه چون گزیدن نیست. حالا اگر بوستان روحانی رو معشوق در نظر بگیریم که مانند بوستانی است که میوه های روحانی رو در حال میشه ازش چید، میگه بهش گفتم، خطاب قرار شد، گفتم که دیدن میوه چون گزیدن نیست. دیدن به صدا این میوه ها مثل خوردنش نیست. یعنی چی؟ یعنی اجازه ما به وصال برسیم. حالا از دور میشه نگاه کرد، ولی کجا تا اینکه بری میوه رو بچینی و بخوری. گفت سعدی خیال خیره مبند، سیب سیمین برای چیدن نیست. دیگه که جواب به من داد که خیالات به اصطلاح غلط در ذهن خود راه بری سعدی. چرا؟ برای که سیب های نقره‌ای برای خوردن نیست، فقط برای چی؟ تماشا کردنه. یعنی در وادی عشق تو فقط میتوانی که در مسیر حرکت کنی، حالا این راه راه بی‌نهایتی است که بخواد بهش برسیم. خب این هم از این. بله، غزل 125 از جناب سعدی. می‌فرماید که کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست. سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه، شهر شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست. خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود، مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. کس ندیده است را یک نظر اندر همه عمر، که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست. آدمی نیست مگر کالبدی بی جان است، آنکه گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، صلح کردی که ما را سر پیکار تو نیست. جور تلخ است ولیکن چه کنم گر نبرم، چون گریز از لب شیرین شکروار تو نیست. من سری دارم و در بای تو خواهم باری، خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست. به جمال تو که دیدار ز من باز مگیر، که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست. سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری، سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست. می‌فرماید که خیلی زیباست. این معلومه که خطاب با معشوق داره صحبت کنه. اینجا دیگه اول شخص سعدی، دوم شخص در واقع معشوقشه، چون خطاب به او صحبت میگه. کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست. میگه من در این شهر کسی رو سراغ ندارم که گرفتار تو نباشه.
و هیچ بازاری هم به گرمی بازار تو وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی مشتری های تو زیادن، عاشقان و خواهان تو فراوانن، بازارت بسیار گرم، در این شهر هر کی رو میشناسم به دنبال توست. بعد میفرماید که سرو زیبا، سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه، یا نه شهر شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست. یه سرو زیباست اما قد و بالاش به زیبایی قد و بالای تو که نیست. شهدم شیرینه اما به شیرینی گفتار تو که نیست. پس معلومه این معشوق جناب سعدی هم قد و بالایی بسیار زیبایی داره و هم شیرینی کلام داره. خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود، مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. میگه هیچ کسی من نمیشناسم که تو را ببین و عاشق نشه. حالا اگر خریدار تو نباشه معلومه هیچی نداره که خریداری کنه تو رو، یعنی هیچ بضاعتی نداره یا بضاعتی نداره که بخواد تو رو خریداری کنه، و یعنی هر کسی که تو رو ببینه عاشق تو میشه و حتما هم خریدار تو هستش. بعد میگه که کس ندیده است را یک نظر اندر همه عمر، که همه عمر آگوی و هوادار تو نیست. میگه هیچ کس نیست که یک نظر تو را ببیند در همه عمرش و در همه عمرش به صورت دعاگوی تو نباشد. پس مروری به زبان دیگه جناب سعدی میخواد بگه که هر کسی که یک بار در طول عمرش یک نظر تو رو دید و اون جلوه زیبایی تو رو دید، زیبایی نهایی تو رو دید، تا آخر عمرش اون همیشه دعاگوی تو خواهد بود و از مریدان تو باقی خواهد ماند. آدمی نیست مگر کالبدی بی جان است، آنکه گوید که مرا میل به دیدار تو نیست. میگه آن کسی که به اصطلاح تو رو ببینه و عاشق دیدار تو نباشد و بگوید که من تو رو نمیخوام ببینم، اون آدم آدم نیست، قطعا مرده است، بی جان است، زنده نیست، وگرنه اگر زنده باشد تا آخر عمر میل به دیدار تو خواهد داشت. ای که شمشیر جواب بر سر ما آخته ای، صلح کردی که ما را سر پیکار تو نیست. میگه خطاب منشوقش میگه تو شمشیر جفا بر سر ما بلند کردی، شمشیر جفای خودت رو از نیام کشیدی و بر سر ما گرفتی، صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست. ما تسلیمیم، ما سر پیکار تو رو نداریم و ما تسلیم هست. خب جور تلخ است ولیکن چه کنم گر نبرم، چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست. میگه جور کشیدن، جور یعنی هرمان ناراحتی، میگه جور کشیدن سخته ولی جور رو باید ببرم، چاره دیگه ندارم، زیرا که چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست. زیرا که من نمیتوانم لب شیرین شکربار تو رو ترک بکنم. پس بنابراین چون نمیتوانم که لب شیرین شکربار تو رو ترک بکنم، بنابراین جور تو رو هم میپذیرم اگرچه بسیار تلخه و اذیت. اون تلخی جور رو در بیت اول میبینید، اینجا جور تلخ رو در مقابل لب شیرین شکربار رو برده، میگه تلخی جور رو میپذیرم زیرا گریزی از لب شیرین شکربار تو ندارم. من سری دارم در پای تو خواهم بازید، خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست. میگه من بضاعتی ندارم، بضاعتم چی؟ یک سره، سرمو دارم، یعنی در واقع جان، و این رو در پای تو نثار خواهم، یعنی جانم رو در پای تو نثار خواهم دارم، و خجل هستم از این که بضاعت من انقدر ناسزای توست که به اصطلاح ارزش این رو تو رو نداره، یعنی جان منم ارزش تو رو نداره. به جمال تو که دیدار ز من باز مگیر، که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست. قسمش میده معشوق رو به زیبایی خودش، دیگه
به جمال تو که دیدار ز من باز نگیر. میگه قسمت میدم به زیبایی خودت که دیدار مثلا خودت رو از من محروم مکن، یا مرا از دیدار خودت محروم مکن که من طاقت ندیدن تو را ندارم. سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری، سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست. میگه تو اگر نمیتوانی که خودت رو کوچک بگیری، در واقع سر خودت رو بگیر که تو صاحب نظر نیست. یعنی چی؟ یعنی نگاه نکن. کسانی حق دارن نگاه بکنند به روی معشوق که صاحب نظر باشن. پس تو اگر نمیتوانی که به اصطلاح خودت رو تواضع در خودت وجود بیاری، بنابراین نگاه نکن که این کار تو نیست. ببینیم که آخرین غزل جناب سعدی چیست که چی میخواد بگه. میگه که میفرماید که نه خود اندر زمین نظیر تو نیست، که قمر چون رخ منیر تو نیست. نده هم دل به قد و قامت سر، که چو بالای دل پذیر تو نیست. در همه شهر ای کمان ابرو، کس ندانم که صید تیر تو نیست. دل مردم دگر کسی نبرد، که دلی نیست کان اسیر تو نیست. گر بگیری نظیر من چه کنم، که مرا در جهان نظیر تو نیست. ظاهران است کان دل چو حدید، در خور صدر چون حریر تو نیست. همه عالم به عشق بازی رفت، نام سعدی که در ضمیر تو نیست. به به، چقدر قشنگی. نه خود اندر زمین نظیر تو نیست، که قمر چون رخ منیر تو نیست. میگه نه تنها در زمین نظیری برای تو وجود ندارد، بلکه ما هم که به صدا در آسمان است، مانند رخ منور تو زیبا نیست. پس نه تو زمین تو نظیر داری، نه در آسمان. نده هم دل به قد و قامت سر، که چو بالای دل پذیر تو نیست. میگه من دلم رو در گروه قد و قامت سر قرار نمیدم، زیرا که این سر من با همه به اصطلاح بلندی و زیبایی و سبزی و چه میدونم مظاهری که به لحاظ زیبایی داره، مانند قد و بالای دل پذیر تو نیستش. خب در همه شهر ای کمان ابرو، کس ندانم که صید تیر تو نیست. حالا این زیبایی معشوق رو توی چشم ابرو به حالا در مظهر به سر ابروش داره بیان میکنه، مبتنی بر ابرو زیبایی رو داره بیان میکنه، که مانند کمان است ابروی او، که میگه که تو با تیر مژگانت که بر کمان ابروی خود اونها رو پرتاب میکنی، من در همه شهر ندیدم که هیچ کس صید این تیرای تو نشده باشه. یعنی تو به هر کسی که نگاه میکنی او رو مثلا عاشق خودت میکنی. دل مردم دیگر کسی نبرد، که دلی نیست کان اسیر تو نیست. خیلی این جالبه، میگه که هیچ چیز دیگه، هیچ کس دیگه نمیتونه دل مردم رو ببره، چون هیچ کسی که دلی نداره. همه هر کسی که دل داشته تو بردی. پس مربره دیگه هیچ چیزی دیگه در شهر وجود نداره که بتونه از مردم چیکار کنه، دلبری کنه، چون دلی دیگه اصلا باقی نمانده. وای چقدر قشنگ. گر بگیری نظیر من چه کنم، که مرا در جهان نظیر تو نیست. میگه ما یه مشکلی با تو داریم، تو مثل من عاشق زیاد داری، اما مشکل من اینه که مثل تو معشوقی دیگه ندارم. درجه فهمیدی؟ تو عاشق مثل من زیاد داری، تو میتونی کسی دیگه ای بغیر از من رو انتخاب کنی. من چه کار کنم که کسی دیگه ای مانند تو رو ندارم که بخوام بهش نظر کنم. ظاهران است کن دل چو حدید، در خور صدر چون حریر تو نیست. دیگه تو سینت بسیار نرم و لطیفه، اما ظاهرا به نظر میاد دل تو مثل آهن میمونه. این دوتا با هم مچ نمیشه. چرا اینطوریه؟ چرا تو با همه لطافتی که در ظاهرت داری، این دلت انقدر سنگه و بیشتر به ما بی محبتی میکنی، بی توجهی میکنی؟ خب همه عالم به عشق بازی رفت، نام سعدی که در ضمیر تو نیست. میگه ببین، اسم سعدی
در دل و جان تو حضور نداری، یعنی تو من نمیخوای یا به من توجه نداری، اما اسم من در همه عالم به عنوان یک عاشق چرخیده، به همه جا رفته، اسم من در همه عالم پخش شده به عنوان که به صلاح کسی که عاشق توست، اما جایی که فقط نرفته در ضمیر توست که این حضور نداره. خیلی اینم جالبه، نماینده این هستش که به صلاح این معشوق نسبت به عاشق خودش که سعدی باشه حالا بیتوجهی میکنه، یا حالا شاید هم مخصوصا این کار میکنه که شدت عشق این بنده خدا چی بشه، افزون بشه. خیلی خوب، خیلی ممنونم. ما فکر میکنم اون تعداد شعری که از 4-5 غزل که از سعدی بعد میخوندیم و خوندیم، من استاپ شعر میکنم و در خدمت دوستان باشم که ببینم که بحبه دوستان جدی هم به ما پیوستن. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، جناب فرهنگ و از نیبا فریبا خانم و نیبو و دیگرانی که به ما پیوستن. جناب فرهنگ عرض سلام خاص خدمت حضرت عالی، بفرمایید این راجع به شعرها اگر نکته ای دارید مطلبی هست بفرمایید که استفاده. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر چایچی و دوستان عزیزی که در جلسه هستند. من تازه همراه شدم با شما، متاسفانه من کاری داشتم نتونستم از اول باشم. خب حالا اگر مطلبی چیزی دارید بفرمایید، به هر حال ما استفاده میکنیم، لازم نیست حتما راجع به شعرهایی که خوندیم باشه. نمیدونم خانم فریبا فریما خانم هستن، حالا ایشون شروع کنن بعد خدا خیرش بده. فریما خانم خیلی خب باشه، با فریما خانم شروع کن تا شما یه آرامشی داشته باشید. خواهش میکنم. مرسی، بفرمایید خانم، تا خدمتتون هست. خواهش میکنم. عرض سلام مجدد دارم و با اجازتون غزلی از حافظ بزرگ رو در دستگاه ماهور براتون میخونم. خوش از خلوت، خوش از خلوت اگر یار یار من باشد، خوش از خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و شمع انجمن باشد، من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه برو دست اهرمن باشد، روا مدار خدایا که در حریم وصال، روا مدار خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد، همای گو مفکن، همای گو مفکن سایه شرم هرگز، بران دیار که توتی کم از زغن باشد، بران دیار که توتی کم از زغن باشد،
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه برو دست اهرمن باشد که گاه گاه برو دست اهرمن باشد. خیلی متشکرم. عالی عالی، دستتون درد نکنه. منان نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه برو دست اهرمن باشه. خب جناب فرهنگ، آمادگی دارید؟ حالا هر شبت من نمیدونم راجع به چی صحبت کنم. هر شبت که گاهی میبینم افرادی میان در این زوم، بله، عنوان دکتر دارن، آدم های بسیار با اطلاعی هم هستن در علوم مختلف، فنی، فیزیک، شیمی، نمیدونم، ستاره شناسی، پزشکی، ولی متاسفانه رعایت اصول ادب فارسی رو نمی کنن، به خصوص این شین غیر ضروری رو که در کلمات میارن و میخوان یک به اصطلاح کردیت تهرانی بودن به خودشون بدن. بله. منو مثل این که خار میزنن به بدنم. مثلا طرف میاد اونجا و صحبت میکنه، میگه وقتی که آقای فلانی به خونش رفت شامشو خوردش، خوردشو نگاه کردش، نمیدونم مسواکشو زدش. این شینا غیر ضروریه. بله. چرا این کارو میکنیم؟ و خیلی متاسفانه میگن، میبینی داره یک مطلب خیلی جالب و طرف شرح و بسط میده توی زوم، ولی این کلمه، سر این کلمه که میرسه، بله این شین گاهی ضرورت داره در جمله. مثلا من قبلا هم گفتم، آتشی را که شبانگاه شرر داشت به سر دیدمش. بله. او را دیدم. این شین علامت ضمیر متصل سوم شخصه. دیدمش وقت سحر خفته به خاکستر خیش، گفتم ای آتش سوزنده چه داری بر سر، گفت خاکیست که خود ریختم بر سر خیش. این شین اونجا ضرورت داره، ولی متاسفانه. یا مثلا داشتم میخوندم به مناسبتی، آقای علی پیام میگه آن کس که به کفر و معصیت چالاک است، در خوردن مال مردمان بیباک است، از قول منش، از من به او، بله، منش بگو یه روز بیا هیئت ما، یک روز بزن سینه، از قول منش بگو بیا هیئت ما، یک روز بزن سینه تمامش پاک است. این منش شین اینجا ضروریه. بله. واقعا هست توی، یا دیدمش مثلا گفتمش. بله. درسته به اون، ولی برای اول شخص متاسفانه این شینو به کرات استفاده میکنن. بله. و یکی دیگه که دیشب داشت توی زوم همایش دوست عزیزی میگفت، اون تنوینو که سر حروف فارسی میذارن، تنوین فقط سر حروف عربی باید گذاشته بشه. بله. مثال عرض میکنم، همون مثلا درسته، اولا درسته، بله، اگر بگیم ثانیاً درسته، ثالثاً درسته، میگن اولاً دومن، اون دومن غلطه. غلطه. دوم کلمه فارسیه و اون تنوینو لازم نداره. یا دوستی همینجا تو همون دیشب میگفتش که گاهن میبینیم، گاهن اصلا باید کلمه عربی باشه، در حالی که در عربی ما گاف نداریم. بله. بعد بگی گهگاه، نه؟ بعد بگی گهگاه، بله، آره، گاه به گاه، گهگاه، ولی گاهن تنوین عربی روی
اسمی که کلمه ای که جار میزنه من گه توش توم هست و فارسی هم پایین غلطه و آدم آزار میده. اگر این نکات رعایت کنیم و سعی نکنیم اون شیر رو خیلی متاسفانه رایجه بله. و یه مقدار بیشتر جز لهجه و یا گویش قابل قبول و همچین بگم با کلاس تهرانی شده متاسفانه که این باید یه خوردی آقای سپند خدا رحمتش کنه رفتیم در تاجیکستان از پسره پرسیدیم همراه من پرسید اسم چیه اینجوری گیج زد نفهمید من متوجه شدم گفتم میگه نامت کیست نامت چیه بله خود راستش فارسی نامه بله دقیقا این عربی رو بکنم حالا مهم نیست که ما اسمو بگیم اسم چیه کلمه عربی رو به کار ببریم ولی اگر به کار ببریم درستش رو به کار ببریم دقیقا من دیدم جانب فرنگ بعضی وقتی تو نوشتنم مثلا لطفن و بله با نون میذارم با نون میذارم یا بلدشتن یا مثلا میخوام فارسیش کنم این کار رو میکنن من... آره الان دیگه رسم شده که نه تنها این کار رو میکنن بلکه مطلب که می نویسن بله. می نویسند اون زبان محاوره خود رو میگم من الان گفتم می نویسن ولی اونا هم میگن می نویسن گفتن بیا گفتند این رو رعایت نمی کنن و باعث ضعف ادبیات و خط و گویش فارسی میشه بله ولی کلمه هایی که مثلا بگیم گفتش که این یا رفتش اینجا که اشکال نداره اشکال داره نه ببینید رفتش و گفتش نه یه بخواه رفتش یعنی اون رفت بله اون رفت دیگه بله عرض کردم دیدمش یعنی دیدم. اون رو دیدم آتش رو دیدمش گفتش اینجوری بله گفتش اون گفت بله. بله اگر اونه ولی برای اول شخص به کار میبرن متاسفانه اصلا بله. رفت خونهش شامش و خوردش تلویزیونش رو دیدش این برای اول شخص به کار میبرن غلطه این غلطه ولی شینه به جا خیلی هم قشنگه گفتمش دیدمش اینا جالبه گفتش رفت اشاره در حال باید برای اشاره به سوم شخص باشه نه برای اول شخص حالا یه چیزی جناب فرهنگ من یه جا توی چیز توی فکر میکنم که طالقان بود اگه اشتباه نکنم مثلا میگفتش که عموشون وقتی میگفت عموشون یعنی منظورش این بود که عمو و خانوادش عموشون رفتن مثلا به فلان نقطه داییشون اومدن اینجا من به عموشون یه همچه حالتی میدونی چی میخوام بگم جمع خانواده رو میگفت جمع خانواده رو با شون به اصطلاح چیز میکردن میبستن حالا یه نظر ادبیات فارسی درسته یا غلطه من به نظرم ثقیل میاد حقیقتا بله نه غلطه حالا یه جایی یه لهجه در یه روستایی میگیم ولی الان متاسفانه میبینیم که مثلا همون آقای کیانی دکتر کیانی بسیار پسر پر و با معلوماتیه ولی بله. وقتی میشینه به صحبت همه برای اول شخص این شین زائد رو به کار میبره مرتب مثل یه چیز شده بنده خدا مثلش بله؟ دیگه... آره دیگه هست میگن اکثرا میگن بله بسیار خیلی فرنگ خیلی عصب میخوام من فکر میکردم مثلا وقتی میگیم عموشون منظورمون عموی ایشونه یعنی من خودم مثلا میگم برادرشون نمیگم برادرش میگم برادرشون یعنی برادر ایشون یعنی در واقع این به خاطر احترامه بله عموشون برادرشون یعنی برادر ایشون عموی ایشون بله. این که غلط نیست که نه اون غلط نیست درسته اون درسته ولی من این چیزا یکی این بودی توی بین این طالقونیا من دیدم که وقتی به خارجی به خانواده مثلا اونا میخواد میگفت عموشون منظورش این بودی که عمو با زن بچهش مثلا رفتن عموشون رفتن حالا ما هم بریم مثلا ما هم بریم بهشون برسیم یکی چیز خیلی جالبی دیگه که من تو شیرازی ها دیدم خیلی جالب بود من دوتا برادر مثلا داشتن با هم صحبت میکردن این یکی با اون یکی میگفتش که عممو دیدی
به عمم بگو که، یا اگر عمم کو، عمم رو میخوام پیدا کنم بهم نشون بده، یا مثلا بگو به عمم بگو اینجوری، یعنی عمه رو تخصیص میداد به برادرش داشت حرف میزد. ما تهرونی ها اینجوری حرف نمیزنیم، ما میگیم که به برادرم اگه بخوایم راجع به عمه صحبت کنیم میگیم به عمه مثلا بگو اینجوری یا به عمه بگو اونجوری، به خود تخصیص نمیدیم، میگیم چون میگیم که مال هر دومونه. میدونی چی میخوام بگم؟ ولی به این شیرازی ها خیلی واسه من جالب بود، هر چیزی رو به خودشون تعبیر میکنن، به عمم بگو اینجوری، یا مثلا به مادرم اینجوری بگو، نمیگه به مادر اینجوری بگو. میدونی خیلی این واسه من جالب بود. البته یه جوری هم احساس محبت رو هم میرسونه، محبت رو غلیظ‌تر میکنه، ولی به هر حال این چیزی بود واسه من جالب در محاوره. خب اما بیایم سراغ خانم شهرزاد. به 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 به، یه شعر قشنگ هم برای اون بخونید و ما یه کمی آرامش پیدا کنیم و باز دیگه ادامه صحبت داشته باشیم. یعنی آرامش شما رو به هم بزنه، شما به ما آرامش میدید. آرامش بلوگیاری کردیم که با شما به آرامش بزنیم. بفرمید. من با یه سخن کوتاهی از آقای شامدو شروع میکنم، بعد اگه دوست داشتید یه شعر کوتاهی هم براتون میخونم. حتما. عشق من، عشق من کودک بمان، دنیا بزرگت می کند. بره باشی یا نباشی، گرگ گرگت می کند. عشق من کودک بمان، دنیا دلت رو می زند. سخت بیرحم است، می دانم که سنگت می کند. و حالا این شعری از جناب فاضل نظری. بله. دیدن روی تو در خیش ز من خواب گرفت، دیدن روی تو در خیش ز من خواب گرفت. آه از آینه که تصویر تو را آب گرفت. خواستم موج شوم، موج غمت غرقم کرد. کشتیم را شب طوفانی گرداب گرفت. در قنوتم ز خدا عقل طلب می کردم، عشق اما خبر از گوشه محراب گرفت. نتوانست فراموش کند مستی را، هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت. کی به انداختن سنگ پیاپی در آب، کی به انداختن سنگ پیاپی در آب، ماه را می شود از حافظه آب گرفت. مرسی. بسیار عالی. حسیتون درد نکنه. عالی عالی. خانم شهرزاد من روی یه بیکش نظر دارم. بفرمایید. من خیلی خوشحال میشم که شما آقای فاضل نظری به نظر من یه شاعر خوب و شعرشناسه. یه جاییش بود آه از آینه که اون که اونجا سکته میاره، اضافه است. بله ولی خب من نخواستم در شعری چون دست ببرم، گاهی اوقات میبرم ولی وقتی فقط برای خودم. اون که اضافه بود و سکته میاره. آه از آینه تصویر تو را، آره تصویر تو را قاب کرد. بله اون که من... اضافه است و سکته میاره، چون من خودم روی سکته شعر خیلی حساسیت دارم، یعنی منتها وقتی که برای کسی میخونم خب دست به شعر نمیبرم، ولی وقتی برای خودم میخونم چرا خیلی بعضی جا رو روون میکنیم، دخالت بیجا میکنم. یه نکته جالب که این دوتا شعری که خوندید در واقع در تضاد با هم دیگه بود. بله. شعر دوم راجع به زیبایی و لطافت عشق، شعر اول در واقع یک نوع منفیگرایی در این وادی وجود داره. یه بار دیگه بخونید اون شعر شام. عشق من کودک من، البته من فکر میکنم اینجا عشق من جناب فرهنگ بهتر میتونن توضیح بدن، وسیعی تر از عشقیه که آقای فاضل نظری راجعش صحبت میکنه که وسیعی تر. عشق من کودک بمان، دنیا بزرگت می کند. بره باشی یا نباشی، گرگ گرگت می کند.
عشق من کودک بمان، دنیا دلت را میزند، سخت بیرحم است، میدانم که سنگت میکند. خب بر بسیار عالی. ببینید این به نظر من یک نوع القاء منفیگرایی نسبت به جهان رو نشون میده، نیست؟ میگه عشق من کودک باش، حتی اگه بره هم باشی تو تبدیل به گرگ میشی و نمیدونم اگر که نرم هم باشید سنگ میشید. چرا باید اینطوری آدم فکر کنه؟ من نمیدونم، یه مقداری حس انگار بدبینی رو القا میکنه در انسان که هر کسی که عاشق باشه در فرایند این زندگی این اجتماع الزاماً مثلا عشق چه میدونم کودکیش تبدیل به اگر بررست تبدیل به گرگ میشه، اگر هم مثلا نرم و لطیف تبدیل به سنگ میشه. آیا واقعا این حقیقت جهان هستی همینه؟ یعنی همه ما این تجربه رو داریم، دنیا این تجربه رو میکنه که همه سنگ میشن، همه خشن میشن، همه عشقا نمیدونم به مثلا نامرادی میرسه. نمیدونم حالا چه احساسی شما هم همین برداشت منو دارید از قضیه یا نه؟ برداشت من اینه که بستگی به افراد در زمانهای مختلف دارن. دلیلی که این شعر امروزی به دل من نشست و خوندم چون داشتم به مسائلی که در آن داره میگذره در اطراف و اکنافمون فکر میکردم و داشتم بیشتر از پابلو نرادو میخوندم که دوست جمله زیبا رو از ایشون خوندم و یادداشت کردم چون فراره و از ذهن میپره. و بعد این جمله شاملو هم به دلم نشست که واقعا الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در همین مملکت خودمون یا خیلی جای دیگری در دنیا چی میگذره، این حس تا حدودی دیده میشه. ولی شاید برای بنده نوعی که اینجا نشستم و یک روند دیگری از زندگی میکنم این قابل قبول نباشه یا قابل کاربرد نداشته باشه. ولی میبینم در اطراف یا میشنوم که چرا سنگ میشن انسان‌های های جهان خارج شکل در نیست. ببین یادتون باشه مولانا که اون اشعار لطیف عاشقانه رو گفته، چه در غزلیات چه در مثنوی، وادی عشق دیگه همش یادتون باشه در دوران حمله مغول‌ها بوده ها، در دوران حمله مغول‌ها بوده، یعنی خیلی وضعش بهتر از امروز حمله روسا به اوکراین نیست. اون موقع هم خیلی وضعیت خراب بوده، ولی اون رابطه عاشقانه به اصطلاح در درون انسان عاشق با خداوند یا با معشوق، حالا هر جور که شما بخواید در نظر بگیرید، اون یه وادی دیگه ای، اصلا دنیایی است خارج از این دنیای مادی بیرونی. میدونید چی مرز میکنم؟ نمیدونم، حالا اینم هست دیگه. من دلم نمیخواد، شخصا من دلم نمیخواد خیلی بدوین باشم نسبت به جهان بیرون. حالا این نظر شخصی خود من هستش، کاری ندارم، منم خیلی مشکلات دارم با. فکر نکنید حالا من توی رویاها دارم زندگی میکنم و خیلی همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، اینجوری هم نیست، ما هم مسائل و مشکلات خودمون هم داریم. ولی به هر حال اون وادی عشق که در درون انسان روح انسان رو متولد میکنه، به نظر من زیاد تحت تاثیر عوامل بیرون نباید قرار بگیره. مسئولیت های اجتماعی سر جای خودشه البته، یعنی شما به عنوان یک انسان در جامعه مسئولیت اجتماعی دارید، خیلی هم قرص و محکم وای میسید در مقابلش و با ظلم متعدی مبارزه میکنین و اون سر جای خودش، اون جایگاه خودش. ولی اون بینش نباید بینش منفی باشه. اون احساس من رو نمیدونم دوستان چه فکری در این رابطه دارن. آقای دکتر بهار هستم. خطیب سلام خانم. والا بحث خیلی جالبیه، ولی همونطوری که ایشون فرمودن هر کسی نسبت به تجربیات شخصیش اون دیدگاهو داره و شاعرم در اون زمان یه امیدی رو داره از دیدگاه خودش به جامعه ارائه میده. حالا ممکنه یکی این امیدو بگیره و مثبت بشه، ولی به نظر من شاعر و شنونده اون شعر اینا دیدگاه های شخصی رو ارائه میدن، نه اجباراً. حالا اجتماع همیشه
به نفع همگان نیست. من اینطور میبینم که در اون زمان یه امیدی در دل اون شاعر بوده که میخواسته اونو اشاره بده. این که شاعر که داره ضدش رو صحبت میکنه، داره ضد امید رو صحبت میکنه، میگه که ای عشق من طفل بمان، چرا که تو رو به صلاح اگه برم که باشی تو رو دنیا تو رو به گرگ میکنه. در این یک شعر به خصوص، شما رو مولانا رو گفتیم؟ نه من راجع به شما، راجع به این شعر به خصوص با شما موافقم. در اون این شاعر خب یه ناامیدی رو در دیدگاهش داره و مولانا همیشه یک امید و تشیع میده. پوینت من این بود. بله مرسی. شاملو صحبت مولانا نبود. خانم شهرزاد از پابلو نرودا گفت، من نمیدونم عزیزان کدوم میشناسن. پابلو نرودا یک شاعر اهل شیلی بود که در انقلاب روشنفکران شیلی همکاری کرد و یک مرحله به قدرت رسیدند. البته جزء حزب کمونیست، ببخشید من یکی دو دقیقه راجع به ایشون صحبت. بفهمید. ایشون خب جزء از بزرگان حزب کمونیست اونجا بود. وقتی حزب کمونیست رو غیر قانونی اعلان کردن، به زیرزمین خانه دوستی پناه برد، مدتی در اونجا مخفی بود. ولی وقتی که اون انقلاب روشنفکران در شیلی به ثمر رسید، این روشنفکران خب در مصدر امور قرار گرفتند. و ولی میدونیم که سیاست بازی کار روشنفکر و ادیب نیست. آدم خاص خودشو میخواد که من یکی از صحبتتون تموم شد که بعد ایشون به عنوان سفیر شیلی در فرانسه انتخاب شد. میگه وقتی میرفت اونجا برخلاف سفرهای دیگه انقدر درد وطن داشت و دوری وطن در جای فرانسه که خب میگن کشور بسیار زیباییه، اونجا مینشست توی پارک به پرنده ها دونه میداد و به یاد وطن شعر میسرود. با بقیه سفرا به شب گردی و بادنوشی نمیرفت. من بعضی از اشعارش از دوره جوانی در حافظه دارم. یه شعرش میده: چه سخت است تماشای بهار در سرزمینی که نام درخت‌ها و شکوفه‌هایش را بلد نیستی، و چه زیباست زمستان، بهار و زمستان با هم ما، و چه زیباست زمستان وقتی که در خانه پای تنور نشسته ای. تنور مادر بزرگ رو به سفارت در فرانسه ترجیح میده. ایشون برنده جایزه ادبیات نوبل شد و سال در 72 سالگی مثل این که دو سال بعدش هم فوت پابلو نرودا. خدا به مرزتشون. همه اون کسانی که درد جامعه رو دارن و درد وطن رو دارن ارزشمنده، واقعا ارزشمنده. اونایی که وفادارم میدونن، میدونید مهم اینه. یه وقتی طرف انقلابیه، هیچ دستش هم به هیچ جا نیست، بند نیست و وطن پرستی میکنه و به اصطلاح سخن از محرومان به زبان میآورد، ولی وقتی که طرف به مقام هم میرسه و همچنان سخن از محرومان به زبان میآورد، این خیلی ارزشمنده. نشون میده که یه آدم با اصالتی است این آدم. این خیلی ارزشمنده. بابا مثل اون چگوارا که به اصطلاح ایشون هم میدونه که در زمان کاسترو ایشون وزیر شد، ولی وزارت رو رها کرد و رفت ادامه داد، رفت پرو و گفتش که من هنوز مأموریت جهانی خودم رو به پایان نرسوندم. حالا انقلاب کوبا به اصطلاح انجام شده، نتیجه رسید، من باید برم بقیه کشورهای به اصطلاح آمریکای لاتین رو نجات بدم، که دیگه توی پرو میدونید که دیگه اسیر CIA شد و بعدم کشته شد. این صحبت بمانه. خب جناب ماچای چی، حالا یک جمله از پابلو نرودا رو که امروز میخوندم توجه هم رو خیلی جلب کرد. بفهم. تمام اصل های حقوق بشر را خواندم. تمام اصل های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی دیدم. یافتم. اصل دیگری را با آن افزودم. عزیز من، اصل 31. هر انسانی حق دارد
هر کسی رو که میخواهد دوست داشته باشد. بله واقعاً زیبایی داره واقعاً آقای شاملو هم خیلی ترجمه های خوبی از تشویقشون. برحال خیلی ممنون، شعر بسیار خوبی بود، بحث برانگیز بود، خیلی جالب برحال صحبت کردیم، چیزای بیشتری یاد گرفتیم. خیلی ممنون. حالا ببخشید، حالا از پابلو نرادو یاد کردیم، به نظر من بهتر از ویکتور خارام یاد بکنیم. ویکتور خارام هم دوره پابلو نرادو بود و گیتاریست معروف شیلی بود که شعرهای انقلابی رو خیلی زیبا اجرا می‌کرد. بعد که دولت سالواتور آلنده رو پینوشه از بین برد، کمونیستا رو بردن توی استادیوم معروف اونجا شیلی و چند هزار نفر رو اونجا کشتن و ویکتور خارا همچنان با گیتار شعرهای انقلابی میخون که میگن یک دستشو قطع کردن، با یک دست دیگرش همچنان گیتار میزد. یعنی واقعا روانی همچین آدمایی واقعا همیشه شاد. ببینید که چیز انسان های پهلوان، حالا اینجوری بگیم دیگه، اینا پهلوان هست دیگه، انسان های پهلوان پهلوان هست. اصلا مهم نیست که مال آمریکای جنوبی باشن، مال ایران باشن، مسلمون باشن یا مسیحی باشن یا اساسا خدا نداشته باشن، اونهایی که به ارزش ها معتقد هستن و پای ارزش ها میستن و مبارزه میکنن و تا آخر هم میستن. میدونید دقیقاً اینا خیلی خیلی ارزش مند هستن. من شاهنامه رو به خاطر این خیلی دوست دارم واقعا، چون فردوسی اصلا تعصب نژادی به کار نمیبره، هیچ بگه اون آدم مثلا خوبیه چون که مثلا عربه یا آدم بدیه چون ترکه یا مثلا آدم سوپریه چون ایرانیه، نه، اینن اون کسی که پهلوان است ستایش میشه بعد در شاهنامه، ولو اینکه دشمن ایران است به خاطر پهلوان بودنش ستایش میشه و اصلا مهم نیست که حالا اون عرب، فارس، ترک، رومی کجایی. برها همه خداوند ایشالله همه پهلوانان رو محشور کنه با صلحا. بریم ادامه بحثمون رو بگیریم و اگه اجازه بدیم من اسکرین شیر کنم و بریم سراغ جناب، فکر میکنم که حالا بعد راجع به مولانا صحبت کنیم و اشعار مولانا اینجا. بله جناب مولانا دوستان حتما میبینن دیگه، نه غزل شماره 1520 و بله خودش غزل شماره 1520 ببخشید میگه مرا پرسی که چونی، بین که چونم، خرابم بی خودم مست جنون، مرا از کاف و نون آورد در دام، از آن هیبت دوتا چون کاف و نون، پریزاده مرا دیوانه کرده است، مسلمانان که می داند فسونم، پری را چهره ای چون ارغوان است، به نالم که ارغوان را ارغنونم، مگر من خانه ما همچو گردون، مگر من خانه ما همچو گردون، مگر من خانه ما همچو گردون، که چون گردون ز عشقش بی سکونم، غلط گفتم مزاج عشق دارم، ز دوران و سکونت ها برونم، درون خرقه صدرنگ قالب، خیال باد شکل آبگونم، چه جای باد آبسته برادر، که همچون عقل کلی زوفنونم، ولی آنگه که جز آید به کلش، بخیزد تل مشک از موج خونم، چه داند جز راه کل خود را، مگر هم کل فرستد ره نمونم، بکش ای عشق کلی جزء خود را، که اینجا در کشاوش ها زبونم، ز هجرت می کشم بار جهان، که گویی من جهانی را ستونم، به صورت کمترم از نیم ذره، ز روی عشق از عالم فزونم، یکی قطره که هم قطره است دریا، من این اشکال ها را آزمونم، نمی گویم من این گفت عشق است، در این نکته من از لا یعلمونم، که این قصه هزاران سال، که این قصه هزاران سالگان است، جانم من که من طفل از کنونم، ولی طفلم تا
طفیل آن قدیم است که می دارد قرانش در قرونم. سخن مغلوب می گویم که کرده است جهان بازگونه بازگونم، یا اینجا میتونه باشه باژگونه باژگونم، یعنی به اصطلاح زیر و رو. سخن آنگه شنو از من که بچهد از این گرداب ها جان حرونم. حدیث آب و گل جمله شجون است که یک رنگی کنم چون در شجونم. غلط گفتم که یک رنگم چه خورشید، ولی در ابر این دنیای دونم. خمش کن خاک آدم را مشوران که اینجا چون پری من در کمونم یا در کمونم. خب ببینیم که جناب مولانا چی میگه. شعر بسیار چیزیه، به قول معروف پیچیده است از نظر مفاهیمی که مولانا درش به کار برده. من رو پرسی که چونم، بین که چونم، خرابم بی خودم مست جنونم. خب دیگه همه میپرسی حالم چطوره، چجوریه، در چه حال روز بسارم. خب ببین دیگه، ببین به چه شکلی هستم. خب خراب هستم، بی خود هستم، مست جون هستم، دیگه مشخص. مرا از کاف و نون آورد در دام، از اون هیبت دوتا چون کاف و نونم. کاف و نون یعنی به اصطلاح کن. این در قرآن کریم، خداوند در قرآن کریم سوره بقره میفرماید که خداوند هر چرا که بخواهد که خلق کند فقط میگوید باش و میشود، یعنی کن فیکن، باش و میشود، یعنی در این حد میگه مرا، یعنی او مرا خلق کرده، در این دام زندگی او مرا انداخته و این گونه گفته باش. از آن هیبت دوتا چون کاف و نونه، میگه از هیبت اون دستوری که صادر کرد منم الان مثل کاف و نونشم. کاف میدونی که کافیه به اصطلاح قوس یه طرفه داره، نون که یه قوس کامل داره. میگه منم دوتا شدم از هیبت او و مثل کاف و نون به اصطلاح در خود پیچیده ام و سر تعظیم فرو آوردم. پریزاده من رو دیوانه کرده است، مسلمانان که میداند فسونم. یه پریزاده یک معشوق زیباروی من دیوانه خودش کرده. ای مسلمانان، کسی به اصطلاح فسون بباره سحر و جادویی بلده که من رو از این به اصطلاح سحری که برش گرفتار شدم بیرون بیاره. پری را چهره ای چون ارغبان است، بنالم که ارغبان را ارغنونم. ارغنون به معنی ارگ به اصطلاح سازیست که صدای خیلی زیبایی را خودش به حال بیرون بیاره. میگه که این پری زاده مثل اون چهره زیبا، معشوق زیبای من، مثل ارغبانه. ارغوان یک گل بسیار زیبایی است که گل‌های سرخ رنگ به قول معروف سرخابی مایل به قرمز میگه. یه وقتی بهش که عقاقیان بهش میگن، بعضی از ارغوان‌ها رو عقاقیان بهش میگن. برام میگه من پریزاده به زیبایی گله و منم به اصطلاح مانند ارغنون برای این گل ارغوانی چیکار میکنم؟ به قول معروف میخوانم، ساز میزنم و می نالم در فراق عشقش. مگر من خانه ما هم چو گردون که چون گردون ز عشقش بی سکونم. میگه گردون همون گونه که میدونی گردون منظورش آسمانه، همون گونه که آسمان محل به اصطلاح ماه هستش و به اصطلاح آسمان میدونی که میچرخه به دور زمین، چون قدیما فیلم کردن که آسمان به دور زمین میچرخه و زمین ثابته. میگه مگه منم مثل آسمان محل ماه هستم که از عشق این معشوقم همچنان بدون سکونت هستم، همواره سردرگم هستم، همواره دارم دور خودم میگردم. یعنی اون سرگشتگی خودشو نسبت به عشق معشوق داره به تشبیه میکنه به گردش آسمان به دور ماه. غلط گفتم مزاج عشق دارم ز دوران و سکونت ها برونم. میگه من اشتباه کردم، من مزاج عشق دارم. مزاج عشق یعنی عاشقم و عاشقانه هم بس. به همین دلیل از زمان و مکان بیرون هستم. به این دلیل هستش که من به
بسیار سرگردان هستم. به خاطر عاشق بودنم، به خاطر مزاج عشق داشتنم، در واقع از زمان و زمین و یا از بسیار زمان و مکان بیرونم، خارجم، میچرخم. در اون خرقه صدرنگ غالب خیال بات شکل آبگونم. چقدر این لطیفه این شکل. میگه من یه خرقه ای دارم، خرقه ای من خرقه بیرونیه، حالا به هر شکلی که است، یه چیز جسم بیرونیه، حالا زخیم، لطیف، پشمین، سیاه، قهوه‌ای، هر چی هست، وصله داره نداره، اونو ولش کن. در اون خرقه صدرنگ غالب، این به سر غالب من مانند خرقه منه که صد رنگ داره، به اون توجه نکن، اما درون اون که خودم هستم مانند خیالی هستم که به شکل باد هستم و مانند آبم. باد آب بودن یعنی باد، مثل باد میمونم، یعنی در کنترل نیستم، حرکت میکنم، و مانند آبم یعنی به هر شکلی و به هر رنگی در مزجور خودم در میایم. پس بنابراین درون من با بیرون من کاملا متفاوت. بیرونم اون جسم خرقه گونه منه که صد رنگه، اما درونم یک موجود سیال هست که بسیار لطیفه. چه جای باد و آبسه برادر، همچون عقل کلی زوفنونم. حالا یه پله از اینم میره بالاتر، میگه نه باد آب چیه، من از اونم فراتر هستم، از اونم سیالتر هستم، از اونم لطیفتر هستم و بزرگتر هستم، مانند عقل کل میمونم. عقل کل یعنی خداوند، ما چون عقل جز داریم، عقل کل داریم. عقل کل عقل فراگیره، عقل جز عقلیست که انسان ها دارن که محدوده. دیگه من مانند او هستم، یعنی من به او پیوستم، و ذوفنون هستم، یعنی فنون بسیاری رو میدانم و بسیار قابلیت با در من هست. آنگه که جز آید به کلش، بخیزد تل مشک از موج خونم. میدونید دیگه، اما وقتی که جز به کل متصل میشود، ببینید مولانا جهان رو جهان کثرت در وحدت میگه، یعنی میگه که کل جهان هستی، تمام موجودات جهان هستی از یک وحدت برخوردار است، همان وحدت وجوده که وحدت الهی است، ولی در نمودهای مختلفی در این جهان هستی بروز پیدا میکنه. میگه که وقتی که این عقل جزو من یا پاره جزو مثلا کوچک من به کل خودش به وصال میرسه، به وادی مثلا حیرت وارد میشه، اون موقع هستش که تازه عطر و بوی مثلا مشک از خون من بر میریزه. یعنی من وقتی متبلور میشم که به او میرسم و به او وصل میشم، اون موقع بوی مشک هم از سخن من، هم از دهان من، هم از همه وجود من برمیخیزد. من میگه که چه داند جز راه کل خود را، مگر هم کل فرستد رحمانون. میگه من عقل جزئی هستم، نمیتونم به او وصل بشم، مگر چی؟ مگر که او من را هدایت کنه، او برای من رحمانون بفرسته. اونم کی این رحمانون برای ما میاد؟ وقتی که ما مراقبه میکنیم، وقتی که قدسازی میکنیم، وقتی که عبادت میکنیم، وقتی که وابستگیمون رو از زخارف دنیا منفک میکنیم و قصه الاز، اون موقع هستش که اون رهنمون برای ما میاد و ما رو از جز به کل بست میکنه. بکش ای عشق کلی جز به خود را، که اینجا در کشمکش ها زبونم. حالا ببین عشق کلی همون خداونده، میگه تو جزء خودت رو که من باشم، من جزم، عشق من جزم هستم، میگه ای تو که کل هستی، منو به سوی خودت بکش، زیرا که در اینجا من در کشاکش ها ضعیف افتادم. هیهات از این بیابان بین راه بی نهایت، از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، یا جز حیبتم نیفزود. هیهات از این بیابان این راه بی نهایت، دیگه این در این بیابان تاریک دنیا من زبونم نمیتونم مسیر خودم رو پیدا کنم، تو منو به سوی خودت چیکار کن؟ بکش که من مسیر خودم رو پیدا کنم و به سوی تو بیایم. ز هجرت میکشم بار جهانی، که گویی من جهانی را ستونم. میگه
از دوری تو من بار جهانی رو بر دوش میکشم، بار سنگینی رو به دوش میکشم، انگار که تمام جهان روی سر من قرار گرفته، مثل اینکه من ستونی باشم که کل جهان روی سر من هستش. خب به صورت کمتر هم از نیم ذره ز روی عشق از عالم فزونم، میگه ظاهرا من از یک نیم ذره در این جهان هستی کوچکتر هستن، جهانی که 200 میلیارد فقط کهکشان داره، که هر کهکشانی چندین میلیارد چه میدونم ستاره داره، چندین میلیارد چیز داره، چه میدونم منظومه داره، و هر منظومه چقدر ستاره داره که هر کدومشون چندین هزار برابر مثلا خورشید ما هستن. خب این جهان به این عظمت میگه من از یک نیم ذره هم در اینجا کوچکتر هستم، اما ز روی عشق از عالم فزونم، اما وقتی که در وادی عشق قرار میگیرم از همه عالم چی میشم؟ بزرگتر میشم. پس عظمت من به عشق برزیان است. یکی قطره که هم قطره است و دریا، من این اشکال ها را آزمونم. ببینید میگه من یک قطره ای هستم که یک قطره هستم و در عین حال یک دریا هستم. یک قطره هستم وقتی که خودم به تنهایی هستم، ولی وقتی که به تو متصل میشم تبدیل به یک دریا و یک اقیانوس میشم و من این شیء‌ها رو آزمون کردم، هر دو رو درک کردم، هم قطرگی را درک کردم و هم این که به تو که متصل شدم اقیانوس بودن را آزمون کردم. نمیگویم من این گفت عشق است، در این نقطه من از لایعلمونم، میگه من این حرفی که من زرف من نیست که، این حرف عشقه، من در این وادی چیزی بلد نیستم، من لایعلمون هستم. بنابراین اگر این سخن گفته می شود از زبان من، این من نیستم که سخن را می گویم، بلکه عشق است که از زبان من این سخن را می گویم، وگرنه من که چیزی بلد نیستم. بعد میگه که این قصه هزاران سالگان است، چه دانم من که من طفل از کنونم. میبینید میگه این قصه آدم های هزار ساله است، یعنی قدمت داره، سابقه داره، من که در این وادی یک طفل هستم، چیزی بلد نیستم، من خیلی کوچیکم، سن کمی دارم. این قصه آدم های هزار ساله، هزاران سالگان داره، نه هزار ساله، هزاران سالگان. ولی طفلم، طفل آن قدیمم که می دارد خیرانش در قرونم. این خیلی جالب میگه بله، اما اگر من طفلم، توفه یعنی وابسته بودم، میگه بله اگر من به صلاح طفلم، ولی توفید اون به صلاح معشوق قدیم ازلی ابدی هستم که نزدیکی او من را چکار میکنه؟ از هزار سالگان میکنه و به من عظمت بزرگی. سخن مغلوب میگویم که کرده است جهان بازگونه یا باژگونه باژگونم. میگه من سخن مغلوب میگم، یعنی چی؟ یعنی سخنهای بسیار برعکس، سخنهای درهم، سخنهای نامفهوم، من حرفهای نامفهومی دارم میزنم، انگار نمیفهمم دارم چی میگم، زیرا که جهان بازگونه من رو بازگونه کرد، یعنی من درم تحول به وجود اومده، انقلابی در من صورت گرفته. سخن آنگه شنو از من که بچهد از این گرداب ها جان حرونم. میگه این سخنهایی که من دارم میگم سخنهای بسیار مغلوبه، سخنهای بسیار درهم هستش، میگه وقتی به سخنان من توجه کن و مبنا قرار بده که جان سرکش من حرون، این سرکش از این گرداب های جهان مادی چی شده؟ خودشو بیرون کشیده، یعنی وقتی که به حالت کشف و شهود میرسه، اون موقع هستش که سخنهای من سخنهایی است که دیگه سخن از زبان من نیست، از زبان آن کسی است که از درون من سخن میگوید و اون حق تعالی است. خب حدیث آب و گل جمله شجون است، چه یک رنگی کنم چون در شجونم. شجون یعنی ناملایمات، ناراحتی ها، وابستگی ها، تأملات، سختی ها. دیگه داستان آب و گل، داستان زندگی مادی، در واقع سخن از ناملایمات، همین بحث که الان داشتیم با هم میکردیم که این دنیا دنیایی است که
دنیای مادی است و توش نامالعامات و نمیدونم نامردمی ها به شدت وجود داره، ظلم، تعدی، فلان. میگه که این داستان آب و گل داستان این تعدی ها و نامالعاماته و من وقتی که در این نامالعامات قرار دارم چطور میتونم یک رنگ باشم؟ چطور میتونم پاک و صافی باشم؟ غلط گفتم. اما اینو میگه، این به عنوان یک واقعیت اینو داره میگه. دقت کنید حالا ببین جواب چی میگه. غلط گفتم که یک رنگم چه خورشید، ولی در ابر این دنیایی چقدر قشنگ. میگه من یک رنگم، مثل خورشیدم، یعنی وجود من، قلب من یک رنگه. اون عشق در وجود من تبلور خودشو داره، اما من در ابر این دنیای دون چی شدم؟ گم شدم. میبینی؟ یعنی ظاهری هست، واقعیت هایی هست و حقیقتی هست. واقعیت هایی اینه که بله، دنیا دنیای ناملایمات حقیقت هم بوده. یعنی داستان قصه امروز نیست، این قصه از اون ازل تا ابد هم ادامه خواهد داشت. این شیطان نقش خودش ایفا میکنه، یک زمان در قالب چه میدونم والا چنگیز میاد، یک زمان در قالب آتیلا میاد، یک زمان در قالب روم باستان میاد، یک زمان در قالب نمیدونم هیتلر میاد، یک زمان در قالب موسولینی میاد، یک زمان در قالب های دیگر میاد و همینطور این داستان ادامه داره. خب من در دنیای، در ابر این دنیای به سر دون گرفتار شد، ولی قلبم همچنان یک رنگ عاشقه. خموش کن خاک آدم را مشوران، که اینجا چون پری من در کمونم. کمون یعنی مخفی بودن، در کمون بودن، در مخفی بودن، دیده نشدن. خب میگه خموش کن خاک آدم را مشوران، به خودش خطاب میده، میگه که خاموش باش. ضمناً این تخلصش هم هست، میگه خاموش باش و خاک آدم رو به اصطلاح مشغول به هم نزن، که من در اینجا در مثل پری در کمان هستم. یعنی روح لطیف من در پس جسم من چیه؟ پنهانه. به همش نزن و به اصطلاح رو بیرون نیار. خب یکی این. اما غزل بعدی ما 1523 هستش. ببینیم 1523 در کجاست. 1523 اینجاست. بله، این هم غزل بعدی ماست از جناب به اصطلاح مولانا. میگه نه اون شیرم که با دشمن برایم، مرا این بس که من با من برایم. چو خاک پای عشقم تو یقین دان، چو خاک پای عشقم تو یقین دان، که از این گل چون گل و سوسن برآیم. سیاه پوشم چو شب من از غم عشق، و از این شب چون مه روشن برآیم. از این آتش چو دودم من سراسر، که تا چون دود از این روزن برآیم. منم طفلی که عشقم اوستاد است، به نگذارد که من کودن برایم. شبم چون عشق دایم حی و قیوم، شبم چون عشق دایم حی و قیوم. چون من از خواب از خوردن برایم. حالا تنزن چو بوبکر ربابی، که تا من جان شبم بستن برایم. خب این جناب مولانا چی داره میگه؟ نه اون شیرم که با دشمن برایم، مرا این بس که من با من برایم. میگه من اون شیر مردی نیستم که بتوانم با دشمن درآویزم و از پس دشمن بر بیایم. من همه قد به اصطلاح برام کافیه که بتوانم با منیت خودم یا بر منیت خودم پیروز شوم. لزومی نداره که من بتوانم بر دشمنان پیروز شم. اگر بتوانم فقط بر خودم پیروز شم و بر منیت خودم پیروز شم، این بزرگترین دستاورده برای من. چو خاک پای عشقم تو یقین دان، که از این گل چون گل و سوسن برایم. میبینید میگه من خاک پای عشق هستم، پس برای این یقین بدان که از این گل دنیا مثل گل و سوسن رویش خواهم کرد.
و روش خواهد کرد، یعنی از این پلیدی زیبایی تبلور خواهد گرفت. خب سیاه پوشم چو شب من از غم عشق و از این شب چون مه روشن برایم. دیگه من مانند شب سیاه پوش هستم از غم عشق، پس مانند من از غم عشق سیاه پوشم مانند شب. خب ولی و از این شب چون مه روشن برایم، میبینی همش امیده، همش به اصطلاح امید به آینده رو در دل ما داره روشن کنه. میگه ولی من از این شب تاریک مانند ماه روشن برخواهم خواست، از این آتش چو دودم من سراسر که تا چون دود از این روزن برآیم. از این آتش چو دودم من سراسر، از این آتش عشق من مثل دود هستم. یعنی چی؟ از آتش دود به آسمان می رود دیگه، به بالا می رود، که تا چون دود از این روزن بر. این روزن روزن دنیا است دیگه. من پس از آتش عشق مانند دودی هستم که از روزن دنیا پا فراتر می گذارم و بالاتر می رود. منم طفلی که عشقم استاد است، به نگذارد که من کودن در آیم. دیگه من یه طفلی هستم که عشق استاد من و در وادی عشق چنین استادی نمیگذارد که من کودم باشم، بلکه من رو راهنمایی میکنه، من رو آموزش میده، به من بصیرت میده، به من آگاهی میده. خب شبم چون عشق دایم حی و قیوم، چون من از خواب و از خوردن برآیم. ببینید در وادی به صلاح سیر و سلوک چی داره میگه؟ میگه اگر من از خور و خواب خودم بزنم، یعنی چی؟ یعنی به مادیات و به راحت جسم پشت بکنم. وقتی این کارو بکنم، شبم چون عشق دایم حی و قیوم، من مثل خود عشق میشم که استاد من هستش و همیشه زنده و همیشه در حالت قیام باقی خواهم ماند. حالا تن زن چو بوبکر ربابی که تا من جان شبم وستن برآیم. این بوبکر ربابی رو من نمیدونم، احتمالا بوبکر ربابی کسی بوده که به قول معروف چیز میکرده، ساز میزده، و حالا میگه که مانند بوبکر ربابی دیگه ساز نزد، ساز میزده و بعد تن زده. تن زده یعنی کاری رو انجام ندادن. میگه مثل بوبکر ربابی دیگه حالا تو هم ساز نزد تا من تبدیل به جان شوم و از این به اصطلاح قالب تن خودم چی بشم، بیرون بیام و به اون به اصطلاح اوجی که باید برسم. خب اینم از جناب مولانا، اما میریم سراغ جناب حافظ شیرین کلام خودمون، ببینیم که جناب حافظ برای ما چی داره. خب غزل‌های حافظ 223 و 224 است. این 223. خب میریم سراغ جناب حافظ در غزل 223. میگه هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل جان جای گرفت، که اگر سر برود از دل و از جان نرود. گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند کس پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود. خب دیگه خیلی به نظرم روشنه، یعنی پیام شعر فوق العاده زیبا و روشنه. حالا فقط یه به قول بچه ها یه دستی بهش میده، به قول این فرنگی های تاچ میکنه، یه دستی بهش میده. دیگه
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود. خب میگه نقش تو در لوح دل و جان من نقش بسته است، حک شده است و این از این قلب و جان من این نقش تو بیرون میده. هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود. سر به خرامان که مصداق قد و قامت معشوق هستش، میگه از یاد منم این بیرونه. خرامانم یعنی کسی که با آرامش و با طمأنینه گام برمیداره. این تشبیه میشه به اون حرکت خیلی آرومی که سر در مقابل باد انجام میده، خیلی نرم سر خودش رو تکون میده. خب از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و قصه دوران نرود. میبینی دماغ یعنی مغز، روح، باطن. خیال دهنت، میگه من سرگشته در قلب و روح و جان من سرگشته خیال دهن تو از بین نمیره، ولو اینکه فلک به من جفا بکنه و قصه دوران بر دل من باشه. پس بربری، حتی اگر فلک و قصه دوران بر دل من باشد و من رو اذیت بکنند، اما از قلب و جان من خیال دهان تو خارج نمیشه. یعنی من در هیچ شرایطی تو رو فراموش نمیکنم. در ازل به دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشم و سر پیمان نرم. میگه ما با تو، دل ما با سر زلف تو در روز ازل، اون روزی که خداوند موجودات رو میآفرید، اون موقع ما با سر زلف تو چیکار کردیم؟ پیوند بستیم، عهد و پیمانی بستیم و به همین دلیل تا ابد زیر این عهد و پیمانمون نمیذاریم و این پیمانمون رو چه نگه میداریم. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، میگه بغیر از بار غم تو هر چیز دیگری که بر دل مسکین من هستش میره، ولی از دل من بار غم تو هرگز خالی نمیشود، از زیر بار غم تو هرگز به اصطلاح به در نخواهد رفت دل من، ولی هر چیز دیگری دل من از اون خارج میشه. آنچنان مهر تو هم دل، آنچنان مهر تو هم در دل جان جا گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. ببینید دیگه که مهر تو در دل من آنچنان نهادینه شده که اگر سر من بره این مهر تو از دل و جان من خارج نمیشود. همش راجع به وفاداری نسبت به معشوق در تمامی ناملایماتی که در وادی عشق عاشق میتونه باهاش چی بشه؟ مواجه بشه. گر رود از پی خوبان دل من معذور است، درد دارد چه کند کس به خود درمان نرود. میگه که دل من معذوره، عذر داره اگر به اصطلاح به دنبال خوبان میره. دل من عذر داره، دلیل داره که به دنبال خوبان حرکت میکنه و میره دنبال اونها. خب برای چی؟ عذرش چیه؟ عذرش اینه که دردمنده و باید دنبال درمان بره. پس بنابراین دل دردمند من به دنبال خوبان میرود تا به درمان خود برسد. درمانش هم که وقتی که به وصال میرسه. پس بنابراین عذرش موجه. خب هر که خواهد که چه حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد بس به ایشان نرود. حالا توصیه میکنه، میگه خب دوستان حال روز منه که میبینید، اگه میخواهید مثل من سرگردان نشید، بی زحمت به دنبال خوبان حرکت نکنید و چنانچه که به دنبال خوب حرکت کنید سرنوشتی مانند سرنوشت من خواهید داشت که دلتون از دستتون میره و دردمند میشه دل شما و دنبال اون درد مجبور هستید که تا ابد به دنبال خوبان حرکت کنید تا به اونها برسید. خب اما میام سراغ غزل شماره 224 از جناب حافظ، ببینیم که چی.
می فرماید که خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. سواد دیده غم دیدم به عشق نشود، که نقش خیال تو هم هرگز از نظر نرود. زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، چرا که بی سر زلف تو هم به سر نرود. دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. من گدا هوس سرو قامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. تو که از مکارم اخلاق عالمی دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم، چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. به تاج خودم از ره مبر، که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. بیار بادو اول به دست حافظ ده، به شرط آنکه ز مجلس سخن به در نرود. خب ببینیم که جناب حافظ چی داره میگه. میگه خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخواند بی خبر نرود. میگه خوش به حال اون دلی که به طور مداوم در پی نظر نمیره، با نظر کردن، نگاه کردن به خوب رویان. دیگه خوش به حال اون دلی که مثل دل من نیست و مرتبا به دنبال نگاه کردن به روی خوب رویان حرکت نمی کند. به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. به هر جایی هم که می خواننش همینطور بدون مطالعه نمیره وارد اون صحنه بشه. یعنی چی؟ یعنی دل من این کارو می کنه. و خوش به حال اونایی که این کارو نمی کنند. من گرفتارم، من این کاری کردم و گرفتارم. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. میگه بله خوبه که دیدید اون حافظ سعدی هم میگفتش که نظر نکردم به زیبارویان خطا کار خوبیه، ولی چه کنم که نفسم در اختیار من نیست. اینم چی داره میگه؟ میگه که طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، میگه بهتره که من طمع در آن لب شیرین نکنم و دنبال اون لب شیرین حرکت نکنم. ولی خب چگونه مگس میتوانه که دنبال شکر نرود؟ مگس همون گونه که به هر حال جذب میشود به وسیله شکر، به بوی شکر، به طعم شکر. من هم مثل همون مگس هستم، به لب شیرین تو جلب و جذب میشم، ولی میام گرفتار میشم. بهتر بود که نشم. سواد دیده غم دیدم به عشق مشوی، که نقش خیال تو هم هرگز از نظر نرود. خیلی این تعبیر بسیار زیبایی از ایهام و تصویر سازی کرد. میگه که سواد دیده غم دیدم به عشق مشوی. سواد دیده یعنی سیاهی چشمه. غم دیده من که سیاه هم هست، حالا هم سیاهی اینجا بکاره، هم غم دیده به معنی مثلا پژمرده و در این حال سیاه پوشت. پس یعنی میگه این سیاهی چشم من رو با آب عشق شستشو نکن. چرا که این که نقش خال تو هم هرگز از نظر هم. چرا که این سیاهی چشم من در واقع نقش خال توه که بر روی چشم من هست و هرگز از بین نمیره. پس بنابراین هر چقدر من گریه کنم سیاهی چشم من سر جای خودش هست و از بینم نمیره، زیرا که این تصویر به صلاح خال توست در چشم من. زمن که باز سبا بوی خود دریق ندار، چرا که بی سر زلف تو هم به سر نرود. میگه من رو هم مثل باد سبا
مهمان بوی خود بکن، چون باید سبا همیشه بوی به اصطلاح معشوق رو برای حافظ میاره. میگه این بوی خودتو به ما هم بده، از من هم دریغ مکن، بذار من هم در معرض بوی خوشتو قرار بگیرم، زیرا که بدون سر زلف تو امورات من نمیچرخد. یعنی من باید در معرض سر زلف تو قرار بگیرم و نمیتوانم بدون او به زندگی ادامه بدم. دلا مباش چنین هرزگرد و هرجایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. دیگه حالا به دل خودش عتاب و خطاب میکنه، میگه انقدر هرزگرد و هرجایی نباش، ای دنبال این معشوق این بنابر نرو، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. که اگر این کار رو بکنی در واقع به هیچ به سر دستاوردی نخواهیست. حالا شاید اینجا منظورش از تعدد عشق میخواد صحبت کنه، یا همین که دنبال معشوق به این برابر میرود. برام مکن به چشم ها آورد نگر، نگاه در من مست، که آب روی شریعت بدین قدر نرود. دیگه به چشم ها آورد به من معشوق مست نگاه نکن. میبینید مکن به چشم ها آورد نگاه در من مست، من از جام عشق مست شده به صلاح به چشم حقارت به من نگاه نکن، که آبروی شریعت به این حد از بین، یعنی در این حد مستی من شریعت در معرض خطر قرار نمیگیره و آبرویش از بین نمیره. این مستی من در اون حدی نیست که بخواد شریعت رو در واقع نابود کنه. خب من گدا هوس سروقامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر ندارم. ببینید باز اینجا تمثیله، میگه من گدا هستم اما هوس سروقامتی رو دارم، معشوق بسیار مجللی رو به دنبال، یک معشوق بسیار بزرگ و مجلل هستم که دست در کمر او به جز با سیم و زر نیست. یعنی تو باید خیلی ثروتمند باشی که بتوانی همچین معشوقی رو در کنار بگیری و دست در کمر او داشته باشی. حالا این میتونه هم نماد فقر مادی باشه، هم فقر چی؟ معنوی باشه. فقر مادی که من گدا هوس حالا سروقامت رو دارم، تو از بزرگان و از رجال و از خانواده های بزرگ و زیبارو و چنین و چنانه، به من گدا نمیدنش، بنابراین پیچمو محروم. یا اینکه نه، معشوق من معشوق ازلی ابدی است و من توشه ای ندارم از عمل کردن درست که بتوانم با اون توشه به حضور او برسم و دست در کمر او داشته باشم. خب تو که از مکارم اخلاق عالمی دیگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. میگه تو از مکارم اخلاق هستی، از عالم علوی هستی، از یک عالم دیگه هستی، تو همش زیبایی هستی، همش خوبی هستی، مکارم اخلاق دیگه، تو همش زیبایی هستی، همش خوبی هستی، همش کرامتی. لطف کن، ما که هیچی، ما که صفری، ولی تو که خیلی خوبی، عهد من رو از خاطر خودت به در نبر و من رو در خاطر لطف خودت همچنان حفظ کن. از دست تو این انتظار رو دارم در. سیاه نامتر از خود کسی نمی بینم، چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. ببین قلم رو به صلاح در دوده می زدم، وقتا از دوده مرکب درست می کردم و به صلاح باش می نوشتن دیگه. میگه من خیلی جایش تمثیلی زیبایی، سیاه نامه تر از خود کسی نمیبینم، چگونه چون قلمم دود دل زسر. میگه من مثل قلمی هستم که در سیاهی اعمال خودم، در سیاهی اعمال خودم میخورم و مینویسم. پس بنابراین اگر من دارم مینویسم و به اصطلاح میگویم و سیاه میکنم ورق را، به خاطر سیاه نامگی خودم هستش که مثل قلمی هستم که در سیاهی جوهر اعمال خودم میکنم و مینویسم. بعد میگه به تاج هدهدم از ره مبر، که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. خیلی اینم تمثیل زیبایی به کار برده، فوق العاده زیبا. دقت کنید، باز سفید رو که یک باز خیلی بزرگه و بسیار با جلال و شکوه هم هستش، با باشه
باشه یعنی قرقی، پرنده شکاری هستش که گنجیشک و این پرنده های کوچولو رو میگیره. دیدید حتما شما اینجا این ما سه تا کلاس پرندگان شکاری داریم که تو آمریکا دیده میشه. یکی قرقی کوچولو تیزبوز، حتی جستش از کلاغ هم یه نمه کوچکتره ولی تیز پروازتر از کلاغ، اون قرقیه. نوک حمیده هم داره، بیایتون باشه همه پرندگان شکاری نوکشون مثل توتی میمونه. خب این قرقیه که فقط شکارهای کوچیک رو میگیره. یه کلاس از این بزرگ بالاتر داریم که شاهینه، تقریبا از کلاغ جستش بزرگتره، شاید مثلا دو برابر کلاغ باشه یا یک و نیم برابر کلاغ باشه. شما میبینید گاهی اوقات میاد تو آسمون، دیدید که میاد برای اینکه جوجه کلاغ رو بگیره، کلاغ حمله میکنن بهش، چند تایی بهش حمله میکنن و سعی میکنن دورش کنن از محوطه مثل لونهای خودشون، به اون میگن شاهین. هاگ. یکی از اون بالاتر اون دیگه عقابه که خیلی بزرگ و دیگه اون شکارهای خیلی بزرگ. البته شاهین مثلا چیزم میگیره، خرگوش میگیره، بچه مثلا کایوتی میگیره، خیلی چیزهای دیگر میگیره، ولی دیگه عقاب خود اصلا کایوتی رو میگیره، حتی آهو رو میتونه بگیره، آهوهای نه خیلی بزرگ میتونه بگیره. اینا برای کلاس های مختلف پرندگان شکاری هست. حالا میگه که به تاج هدهدم از ره نبر، که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. میگه منو به تاج هدهد گولم نزن که بخوای او رو مثلا در معرض شکار من قرار بده. من باز سفید هستم، من مثل قرقه نیستم که دنبال صیدای کوچیک برم، من صیدای بزرگ میخوام، صید بزرگ میخوام، همون عشق به سرا اصله. بیار باد و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. میگه بیا و این باده رو سرو کن، اولین جامش هم بده به حالا این باده زمینی بخواید بگیرید، من که دوست دارم باده آسمانی باشه، چون راجع به اون صید بزرگ صحبت میکنه. میگه بیار باده و باده عشق رو سرو کن در مجلس ما، اولیش هم بده به ما به شرط آن که این راز محتوم باقی بماند و از این مجلس بیرون نرود. یعنی چی؟ اون همون بحث رندی حافظه که اساسا نمیخواد که کسی بفهمد که او به اصطلاح دل در گرو عشق دارد و یا عشقش عشق آسمانی است. برها این هم از این به اصطلاح شعر که بتا آخرین بود و دقیقا هم ساعت 8 سر زمان خودمونم به پایان رسیدیم مطلب رو. من خیلی ممنونم و از اینکه توجه کردی، امیدوارم که برها لذت برده باشید. بعد خانم پرنیای عزیز رو میبینید. سلام عرض میکنم. سلام، حالتون چطور؟ ببخشید من دیر رسیدم. اشکال نداره، شما هر وقت برسید وقتش. من یه کمی رو یه چند تا رو دو سه تا ربایی اگه اجازه بدیم براتون بخونم. بله بله حتما این کارو بکنید، بسیار لذت ببرید. بفرمایید. بله. اندیشه و پندار چو از مرز برون شد، لبریز دل عاشقم از بحر جنون شد. هر کس که ره میکده را رفته به یک بار، از مسجد و سجاده و زنار برون شد. عرض کنم خدمتون، چون مهر مهر نگاهت شکسته مهر سکوت، به مهر چهره تو من به سجده بنشستم. به پرنیا تو سپردی گرانبها نفسی، رها شدم ز قیود و ز بندها رستم. گر می طلبی رو سوی میخانه جان، می نوش ز اندیشه پرتوش و توان، آرامش فکر آید و پیمانه دهد، عقل آید و شاداب کند روح و روان. تقدیم شما عزیزم. بسیار عالی، بسیار عالی، مرسی خانم برنا، بسیار عالی. تشکر میکنم. خب جناب ادیب سلام عرض میکنیم خدمتتون، حالتون خوبه؟
صداتون بسته است جناب عدی. صداتون رو سلام عرض میکنم خدمتتون. متشکرم. خیلی خوب الحمدلله خدا رو شکر. خواستم بگم که اون شعر حافظ که خوندید اون زلف و اینا، اینا همه خال و اینا میده خودتون هم که استاد ما اینا آه. همه ذکر حضرت حقه که جناب حافظم به خوبی توضیح دادن، جناب علی هم البته توضیح فرمودید. بله بله اینا اسامی. بعضی دوست دارن که اینو به چسبونش به شاه شجاع و این حرفا، من اصلا یه خود سختم میاد کلا وقتی که بحث شاه شجاع پیش میاد، چون هیچ جا به صراحت راجع به شاه شجاع صحبتی نمی کنه. حالا در بعضی از به صراحت اشعار اسمی از شاه شجاع برده شده، ولی کانتکست آخه جناب حافظ در اون سطح و چیز نیستش، خودتون بهتر میدونید که بخواد. من باور نمی کنم باور چیز. البته همه کلامی که میفرمایان بر تایید، هر کی نظر خودشون میگه. بله منم با شما موافقم. به هر حال منم سعی میکنم یه جوری مطلب رو بگم که اونایی هم که دوست دارن زمینی به قضیه فکر کنن خیلی مشکلی باهاشون به وجود نیاد. حالا بعضی دوستا اینو زمینی ببینن، خب ببینن دیگه چیکار کنن. بله دیگه چیکار. بله دوستان من خیلی ممنونم، اگر نکته ای هست، صحبتی هست که دوستان دوست دارن بفرمایید. من سلام خدمت های مهندس خطیبلوی عزیز، دیدمتون، حالتون خوبه؟ اگه کسی مطلبی نداشت من یه شعری بعد براتون از جناب عطار میخونم، بسیار زیباست اگر وقت دادی. بله بخونم براتون. بله بفرمایید. بله میفرماید بسیار زیباست، این دقت بفرمایید، میگه جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد، و آوازه جمالت اندر جهان نگنجد، وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیاید، وصفت چگونه گویم اندر زبان نیاید. عرض کنم که بخشه. هرگز نشان ندادی از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نیاید، آهی که عاشقانت از حلق جان برارند، هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد، آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید جان در میان نگنجد. این خطش خیلی زیباست جناب دکتر. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، از دل اگر برایت در آسمان نگنجد. عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد. جناب عطار. بله یار علی مرسی، دستتون درد. خواهش میکنم. خیلی عالی بود. خب دوستان اگر مطلبی دیگه نیست دیگه میتونیم خداحافظی کنیم و دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم. تشکر میکنم از حضور شما و برحال ما، من خودم شخصا همیشه در این محفل انس که قرار میگیرم واقعا لذت میبرم از حضور دوستان. یک برحال انرژی مثبتی در فضا ساطع میشه و منم از این انرژی مثبت بهره مند میشم. به هر حال متشکرم از لطف همتون، دوستانی که برامون شعر خوندن، دوستانی که برامون آواز خوندن، دوستانی که با راهنمایی‌های بسیار سخاوتمندانه شما رو راهنمایی کردن و به ما درس یاد دادن، و همه اونایی هم که گوش کردن و انگیزه به اصطلاح این کلاس رو برای ما ایجاد کردن که انشالله تداوم پیدا کنه. خیلی متشکرم.
همتون رو به خدای بزرگ میسپارم انشاءالله تا هفته آینده که در خدمت هستم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. شبتون خوش. خدا ممنون.